برام خدا و بارز سلام با خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز جمعه 12/1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 3 آگوست سال 2018 میلادی. بر خود سرخط چند خبر مهم. 30 کشته و 60 زخمی در دو حمله انتحاری در پکتیا. هشدار از سقوط دوباره فراه به دست طالبان. حذف نامهای 25 نامزد انتخابات مجلس نمایندگان از سوی کمیسیون ویژه. بهره‌برداری از 9 پروژه بزرگ توسعه‌ای در سمنگان. و نگرانی مقامهای امنیتی آمریکا از رخنه‌ای روسیه در انتخابات آینده. مشروع خبرها. چاشت امروز در مسجد در شهر گردیز دو حمله انتحاری انجام شد که از اثر آن 30 تن جان باخته و 60 نفر دیگر زخم برداشتند. گفته می شود که بیشتر قربانیان این حمله غیر نظامیان بودند. رئیس جمهور غنی می گوید حمله بر مساجد و غیر نظامیان عمل جنایتکارانه و ضد اسلامی می باشد. چاشت امروز انگام نماز جمعه دو مهاجم انتحاری بر مسجد خواجه حسینی که متعلق به شیعیان می باشد عمله می کنند. در گام نخست این افراد به سوی نمازگزاران شلیک می کنند و پس از آن خود را منفجر می سازند. گفته می شود در این رویداد 30 نفر جان باخته و 60 تن دیگر زخم برداشتند. تلفات و زیاد مورد باید عرض کم چی شلو پر زیاد شلو پر شهیدان دروست پر لرو و دیرشون زیاد. گزارش ها می رساند که نیروهای امنیتی زخمیان را به شفاخانه های دولتی و قلوردوی این ولایت انتقال دادند. کاخ ریاست جمهوری این عمله را محکوم کرده و آن را جنایت ضد اسلامی دانسته است. عمله بر مسجد انگام نماز عمل جنایتکارانه و ضد اسلامی می باشد. عراس افغانان با هدف قرار دادن غیر نظامیان عمله بر مساجد بار دیگر ماهیت پلیدشان را که در ضدیت با ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری قرار دارند را نمایان کردند. عراس افغانان بدانند که هیچگاه با این گونه عمله هایشان نمی توانند تفرقه مذهبی را ایجاد کنند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است، اما پیش از این بارها مسئولیت عمله بر مسجد شیعیان در کابل و ایرات را داعش بر عهده گرفته است. شورای ولایتی فراه از احتمال سقوط دوباره این ولایت به دست طالبان هشدار می دهد. اعضای شورای ولایتی این ولایت می افزایند که شهر فراه در محاصره قرار دارد و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از حمله های طالبان به برنامه هستند. در این حال فرمانده پلیس فراه از تلاش ها برای سرکوب طالبان و دیگر گروه های حراس افکن در مرکز این ولایت خبر می دهد. خالد نیکزاد. همزمان با افزایش ناامنی ها در بخشهایی از کشور، شورای ولایتی فرا از گسترش فعالیت های طالبان و دیگر گروه های عراس افغان در این ولایت نگران است. اعضای شورای ولایتی این ولایت می افزایند بی برنامگی در نهادهای امنیتی سبب شده است تا شهر فرا در محاصره مخالفان دولت قرار گیرد. نور خو ولسوالی کلی طول دوی دلاس و بتری دید. در مرکز که دوست پیسه در کلی هم دوی دلاسه بطری در این چه مرکز که دوی خپل حکیمیت لری یا در مرکز که دوست پیسه در کلی هم دوی دلاسه بطری دی همیشه داد فریاد خود بپا میکنه و مخالفین متاسفانه 10 قدم پیش از دولت بطری. هرچند مسئولان در این ولایت حمله های طالبان را بر پازگاه های نیروهای امنیتی در مرکز شهر میپذیرند، اما از تلاش ها برای بهتر شدن اوضاع امنیتی خبر میدهند. دوازده ساعت دی هر شپه از مر پولیس ز خپله تقریبا شپه تر 2-3 بجې پورې ویښو خپل وظایفو ته متوجه یو. غور در کنار فرا نیز گواه نبردها در چند روز پسین بوده است، اما نیروهای خیزش مردمی تاکید می کنند که به مبارزهشان در برابر گروه های مخالف ادامه خواهند داد. طوری که در بعضی جاها پای ازنا قرار گرفته و فعلا او مردم در حالت بسیار بدی به سر میبرند. نابودی کامل اینا، ما اینا را اجازه نمیدیم که اینا در منطقه ما یک وجب را یعنی تصرف داشته باشند یا تسلط داشته باشند. که حکومت با ما همکاری کنه که تا ما بتوانیم بر علیه ازنا مبارزه کنیم. ایران همواره متهم به شعله‌ور شدن جنگ در غرب کشور شده است. حالا والی غور نیز افزایش نبردها در این ولایت را ناشی از مداخله های بیرونی می داند. حجم وسیعی از مهمات و امکانات وقتی به دستشان می رسد خواب خواب نشان دهنده ای هست که کشورها و استخبارات بیرونی و من جمله همسایه ها در این چیز دخل می باشند.
باشندگان غرب کشور تاکید می‌ورزند که اگر حکومت مرکزی عملیات‌های بیشتر را برای سرکوب عراس افغانان را اندازی نکنند، ولایت‌های غرب کشور به خطر سقوط روبرو خواهند شد. کمیسیون ویژه بررسی نامزدان متهم به عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیرقانونی نام‌های 25 نامزد انتخابات مجلس نمایندگان را حذف کرد. کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که پس از پایان بررسی‌های نهاد، آنان در هفته‌ی روان نتایج این بررسی‌ها را به کمیسیون مستقل انتخابات خواهند فرستاد. پس از یک ماه سرانجام ساعت 11 دیشب کمیسیون ویژه بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی بیس کاندید به کارش پایان داد. بر بنیاد یافته این کمیسیون از 230 شکایت در برابر 136 نامزد انتخابات مجلس نمایندگان نام های 25 تنی آنان از فهرست حذف گردید. 37 نامزد اخطار به دست آورد، 7 نامزد توصیه شد و شکایت مربوط به 67 نامزد دیگر رد کردید. این تصمیمی که گرفته ما چی که تمام مردم بسیار زیاد خوش هستند از این تصمیم، واقعا تصمیم خوبی گرفتن و این زورمندان نباشد تا مردم رای خود بفهمند، تا حقیقت بفهمند که مردم در کدام راه روان هستند. همسویی با دشمن، داشتن افراد مسلح غیرمسئول، قاچاق مواد مخدر، غصب دارایی‌های عامه و انجام جرایم سازمانیافته از اتهاماتی هستند که سبب حذف نام این افراد از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان شده است. به خاطر اینکه این نتیجه بسیار ناکام بوده. همین انتخابات‌های پیشین هم که اینا اعلان کردن، مردمایی که اومدن دیر از 6 تن یا کدام خدمت به مردم نکردن. باید به تعداد 25 نفری که از لیست حذف شده باید بیشتر می بودن، چون که مردم باید به انتخابات آینده یک رضامندی بیشتر می داشتن. همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می خواهد تا فهرست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان را تا فردا از بحر اعلام به آنان بفرستد. کمیسیون شکایات بررسی خود را در مورد امو لیست ارزیابی خود را با امو لیست جمعا هرچی عاجل به ما برسد بیشتر مردم را منتظر نمانند، چون حق مردم افغانستان است که باید هرچی زودتر بفهمند. اما دبیر کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید آنان در هفته روان نتایج بررسیشان را به کمیسیون مستقل انتخابات خواهند فرستاد. به شکایات و اعتراضات نسبت به ایمی اعلام کمیسیون ویژه باید به ما برسه که دو روز وقت داره، امروز و فردا. بلا فاصله باز ما این شکایت اعتراضات رسیدگی میکنیم. بقیه شکایت اعتراضاتی که به خود کمیسیون ما مانده بودن که در حال نهایی شدن بود، اون را نهایی میکنیم. مجموع زیار در هفته آینده اعلام میکنیم. در همین حال نهادهای ناظر انتخاباتی هر دو کمیسیون مستقل انتخاباتی را در کارهایشان ناتوان میپندارند. متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخاباتی که خودش تهیه کرده بود و نشر کرده بود، متاسفانه نتونستن به اساس از او فعالیت‌های انتخاباتی را به پیش ببرن و ما تقریبا از اسکجول انتخاباتی پس هستیم. با این همه بر بنیاد تقویم کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود تا فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان امروز 12 اسد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود. اما گفته می شود از بهر زمانگیر بودن روند بررسی شکایت ها اعلام آن به تأخیر افتاده است. ناامنی های گسترده در کشور انتخابات پیشرو را با چالش روبرو می سازد. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی می افزایند اگر حکومت پیش از برگزاری انتخابات تدابیر جدی امنیتی را به خاطر برگزاری انتخابات روی دست نگیرد، انتخابات پیشرو پر از تقلب خواهد بود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات نیز از نهادهای امنیتی می خواهد که پیش از برگزاری انتخابات عملیات گسترده را از بهر تامین امنیت انتخابات روی دست گیرد. افزایش نامنی ها در چند ماه پسین در شمار از ولایت ها نگرانی برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی را برانگیخته است. آنان میگویند ناامنی سبب خواهد شد تا انتخابات پیشرو با چالش روبرو گردد. برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان در شرایط کنونی ناممکن است. به هیچ عنوان ما نمیتونیم انتخابات شفاف به صورت 100% داشته باشیم. در این حال که کمیسیون مستقل انتخابات نیست از نهادهای امنیتی میخواهد تا عملیات گسترده ای را برای تامین امنیت مراکز رایدهی را اندازی نماید. وقتی که ثبت نام خلاص شد، ثبت نام کاندیدا هم خلاص شد، در جلسه که دفتی گذشته بود با ما این طور اطمینان دادن که ما همیال پلان. با این همه وزارت امور داخله میگوید که آنان تدابیر جدی امنیتی را به خاطر تامین امنیت انتخابات روی دست گرفتند. با ما تلاش ما این است که اینی می ولسوالی هایم که سالهای گذشته
به این طرف در اختیار دشمن است، اینا را پاکسازی بکنیم، تصفیه بکنیم تا برگزاری انتخابات که در اونجا یک بستر مناسب برای رفتن مردم پای صندوق های رأی مساعد شود. این نگرانی ها در حال بیان می شود که قرار است انتخابات مجلس نمایندگان در 28 ماه میزان سال روان و انتخابات ریاست جمهوری در 31 محمد سال آینده برگزار شود. 25 بانو در 3 ماه گذشته در ولایت پروان کشته شدند. رئیس امور زنان این ولایت با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در برابر بانوان می افزاید که این وضعیت زندگی را به زنان در پروان دشوار ساخته است. در این حال مقام های محلی ولایت پروان وجود جنگ افزارهای غیر قانونی را نزد افراد مسلح غیر مسئول عامل افزایش این خشونت ها می داند. افزایش روزافزون خشونت در برابر بانوان در ولایت پروان نگرانی ها را در این ولایت بیشتر ساخته است. بر بنیاد آمارهای ریاست امور زنان ولایت پروان در 3 ماه گذشته بیش از 100 رویداد خشونت در برابر بانوان در این ولایت به ثبت رسیده است که تنها 25 رویداد آن قتل بوده است. بیش از 100 قضیه ثبت رجیستر اداری امور زنان شده، البته 25 قضیه قتل هم داشتیم. در همین حال این وضعیت شماری از بانوان در این ولایت را نیز نگران ساخته است. پس اینجا نشان میده که ضعف نهادهایی که مدافع حقوق زن هستند، اینا خودشان حقوق زن را نقض میکنند. خیلی ناراحت کننده است و کارگرد و مدافعین زنان اصلا قابل قبول نیست که در 3 ماه 25 قتل صورت گرفته و خیلی نگران کننده است. وجود جنگ افزارهای غیر قانونی نزد مسلح های غیر مسئول در این ولایت همواره دردسر ساز بوده است. از همین رو یکی از عوامل اصلی خشونت در برابر بانوان نیز همین مورد پنداشته می شود. زمانی که سلاح های غیر مسئول جمع شود از نزد خانواده ها، این تاثیر بسیار مثبت داره دیگه برای اینکه میزان خشونت ها پایین بیاید. حاکم بودن رسوم و عنانات ناپسند در جامعه، ناداری و بیسوادی از عوامل خشونت بر ضد بانوان در ولایت پروان دانسته می شود. شماری از جوانان و فعالان مدنی امروز خواستار انجام آتش بس میان حکومت و مخالفان مسلح دولت شدند. آنان می افزایند که باشندگان کشور از جنگ خسته شده و طرف های درگیر باید اختلافاتشان را از راه گفتگو حل کرده و به نبرد پایان بدهند. در این حال مسئولان محلی ولایت زابل جوانان را قربانیان جنگ در کشور دانسته و بر اهمیت و اشتراک آنان در تامین صلح تاکید می کند. حسین راستی منش. دیده می شود که جنگ های چندین ساله در کشور باشندگان را خسته ساخته است. چنانچه شماره از جوانان و فعالان مدنی اینجا در کابل گرد آمده و خواستار آتش بس میان حکومت و مخالفان مسلح دولتند. آنان می افزایند طرف های درگیر باید اختلافاتشان را از راه گفتگو حل کرده و به جنگ پایان دهند. ما می خواهیم که آتش بس به صورت طولانی مدت اعلان شود و از دو طرف پذیرفته شود و از دو جانبه می خواهیم که تفنگ های خود را به زمین بگذارند. دولت باید یک برنامه همه جانبه را برای چگونگی پیشرفت پروسه صلح در نظر داشت با مساوی مشترک نهادهای ضد عقل در صلح و تلاش برای تامین صلح به حیث یک استراتژی مهم و دائمی روی دست گیرد. این فعالان نقش بانوان را در تامین صلح سودمند دانسته و از باشندگان کشور می خواهند تا در روند گفتگوهای صلح سهیم شوند. در خانواده طالبان زنانشان، دخترانشان، خواهرانشان می توانند نقش چشمگیری داشته باشند که مردان خود را تشویق بکنند که تفنگان خود را بر زمین بگذارند. کچیر ولسی مشارکت موجود وی صلح راتلون که ده او صلح هدف ته رسیږي. کچیر ولسی ملاتړ موجود نه وي صلح هیڅ کله هم هدف ته نه رسیږي. از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت زابل جوانان را قربانیان نبرد در کشور دانسته و بر اهمیت و اشتراک آنان در تامین صلح تاکید می نمایند. ځواني کولای شي چې دغه موقف شو وساتلی شي او اکثریت جنگیالي په طالب کې هم ځوانان هغوی ته در کولای شي دوی ته در کولای شي ولایتي ادارو تقریبا د ځوان کېدو په طرف دوی ده هغوی سره هم ښه روابط وساتل او کوشش وکړی چې دغه خلکو ته سوله راولي. این در حال است که حکومت افغانستان در نظر دارد تا به مناسبت عید قربان دور دوم آتش بس را با طالبان اعلام نماید، اما تا اکنون روشن نیست که آیا طالبان نیز آتش بس خواهند کرد یا نه. و حالا وقفه کوتاه.
ادامه خبرها. نه پروژه بزرگ توسعه‌ای در ولایت سمنگان به بهره برداری رسید. وزیر اقتصاد میگوید که این پروژه ها مشمول 510 پروژه توسعه‌ای تعهد شده هندوستان به افغانستان است که به هزینه بیش از 1,500,000 دلار آمریکایی ساخته شده است. طاهر سدید از سمنگان. این پروژه ها که مشمول ساخت 5 باب درمانگاه، 2 باب مکتب، ساختمان، انستیتوت فنی و مسلکی، خوابگاه دخترانه در دانشگاه سمنگان است. با ارزش بیش از 1,500,000 دلار آمریکایی از سوی هندوستان ساخته شده است. وزیر اقتصاد در حال حاضر هندوستان را از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان دانسته و تاکید می‌ورزد که از مجموع 510 پروژه تعهد شده هندوستان به افغانستان تا اکنون 270 پروژه آن در بخش‌های گوناگون با بهره برداری رسیده است. موضوع پروژه هایی که اینجا آمدیم که افتتاح بکنیم پروژه های از کمک های کشور هندوستان است، از کمک های سخاوتمندانه ایشان. در مجموع 510 پروژه در مجموع افغانستان از پول 120 میلیون دلاری که تا فعلا کمک کردن است، از این جمله تا فعلا 270 پروژه در سطح مملکت تکمیل شده. از سوی هم مقام های محلی سمنگان هرچند عملی شدن این پروژه ها را در بهبود زندگی باشندگان این ولایت سودمند می دانند، اما می گویند حکومت مرکزی باید در بخش قرارداد برنامه های توسعه سمنگان تجدید نظر کند. بودجه بسیار هنگفت است، دیگه بسیار بی اعتنای در این عرصه هم روان است. دیگه در این موردم خواهش ما مردم از شما می که هر کس قرارداد احیانا دوجه میکنه یا والی خواسته شود یا ریاست سکتوری ما خواسته شود. به گفته مقام های محلی سمنگان در حال حاضر نبود جاده های معیاری شهری و نبود کانال های آب بزرگترین دشواری در برابر باشندگان این ولایت می باشد و نیاز است تا حکومت در این زمینه برنامه های سودمندی را در سمنگان روی دست گیرد. و به زودی نشست نظارتی توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و پاکستان برگزار می شود. مسئولان وزارت صنعت و بازرگانی می گویند که این نشست که قرار است به میزبانی کابل برگزار شود در زمینه حل بنیادی چالش های بازرگانی و ترانزیتی میان دو کشور گفتگو خواهد شد. پس از افزایش دشواری‌های بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و کاهش بیش از 2 میلیارد دلاری داد و ستد بازرگانی میان دو کشور، اکنون پاکستان در تلاش عادی‌سازی دوباره داد و ستد بازرگانی با افغانستان است. مسئولان وزارت صنعت و بازرگانی میگویند در نخستین نشست نظارتی توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی که به منظور حل چالش‌های ترانزیتی میان دو کشور قرار است به زودی در کابل برگزار شود، مسیر ترانزیت کالاهای صادراتی بازرگانان در هر دو طرف خط فرضی دیورند مشخص خواهد شد. پاکستان کالاهای صادراتی و افغانستان با موتر خود تا کدام نقطه افغانستان بیاره تخلیه و بارگیری کنه و برعکس افغانستان کالاهای صادراتی خود با لوریای خود یا موترهای خود تا کدام نقطه پاکستان ببره و تخلیه و بارگیری کنه. این طرف مصادره را تا یک ماه دیگر پاکستان تکمیل میکنه و طرف افغانستان روان میکنه و ما هم نظریات خود مطمئنا داریم، بعد از روش بحث میکنیم که یک تفاهمنامه صورت بگیره. از سوی هم اعضای بخش خصوصی میگویند در 2 سال پسین به دلیل گسترش فعالیت‌های بازرگانی و ترانزیتی افغانستان از مسیرهای جدید با کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا سبب شده است تا آسیب جدی به کارخانه‌های تولیدی پاکستان وارد شود و به همین دلیل اکنون حکومت پاکستان خواهان رابطه بهتر بازرگانی و ترانزیتی با افغانستان است. په افغانستان چې خپل مالونه په چابهار او په نورو ځایونو باندې راوړو د پاکستان دپاره دا هم یو تاوان شو، د پاکستان ترانسپورت هم ودرېدو، د پاکستان موټرې هم ودرېدلې. اوس پاکستان علاقه لري چې موږ بیرته د کراچۍ د لارې نه کار وکړو. در حال حاضر موترهای باربری پاکستان تا مرزهای کشور کالاهای بازرگانی را انتقال می دهند و موترهای باربری افغانستان حق انتقال کالاهای بازرگانی را به آن سوی مرز در پاکستان ندارند. این دشواری ها و ده ها دشواری دیگر در بخش ترانزیت میان افغانستان و پاکستان سبب شده است در 2 سال پسین ارزش بازرگانی سالانه افغانستان و پاکستان از 3 میلیارد دلار در سال به 850 میلیون دلار در سال کاهش یابد و در حال حاضر پاکستان شریک نخست بازرگانی افغانستان نیست. و حالا نرخ اسعار.
خبرهای جهان. مقامهای امنیتی امریکا از رخنه روسیه در انتخابات آینده ریاست جمهوری ابراز نگرانی کردند. بر بنیاد گزارش‌ها، مقامهای ادارات استخباراتی و امنیتی امریکا اعلام کردند که روسیه هنوز هم از رفتار گوناگون استفاده کرده و تلاش بر دامن زدن نفاق در این کشور میکند. دان کوتس، رئیس اداره استخبارات امریکا، در نشست خبری مشترک با وزیر امنیت داخلی این کشور در قصر سفید گفت که وی هنوز هم پیام‌های را برای ایجاد تفرقه از سوی روسیه در جامعه امریکا مشاهده میکند. وزیر خارجه امریکا بر حل تنش‌های اخیر میان امریکا و ترکیه تاکید کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها، مایک پامپئو در سفرش به سنگاپور با مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه ملاقات کرده و بر حل منازعه اخیری که در پیوند به تحریم دو مقام ارشد ترکیه از طرف امریکا انجام شده است توافق کردند. گفته شده که در این ملاقات دو طرف بر رفع تحریم و آزادی اندریو برانسون کشش آمریکایی موافقت نمودند. و شرکت اپل با ارزش ترین شرکت در امریکا شناخته شد. بر بنیاد گزارش ها این شرکت نخستین شرکت امریکایی است که ارزش آن در بازار از $1 تریلیون بیشتر شده است. گفته شده که این موفقیت شرکت اپل بیشتر به پیروزی های پیهم 10 سال گذشته در فروش تلفن های همراه آیفون پیوند دارد. این شرکت در سال 1976 توسط استیو جابز تشکیل شد. و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهیتان. شب شما خوش. خدا نگهدار.